سلام، نام من سونیتا علیزاده است از افغانستان. من وقتی که 10 ساله بودم و وقتی که 16 ساله فامیل من کوشش کرد که من عروسی کنن. اتفاق افتاد به خاطر رسم رواج و همچنان به خاطر که کدوم رای دیگه در نظر نداشتن. ما در ایران مهاجر بودیم و زندگی باعث یک مهاجر خیلی سخت بود. با عروسی کردن من در بدل پول فکر کردن کمک که میشه به خانواده و ای که خاطر اینا جمع شد از ای که من کسر دارم که از من مواظبت کنه. زندگی در غربت و مهاجر بودن سخت بود و درک میکردم که اونا به چه دلایلی تصمیم میگرفتن، ولی با اونها موافقت نداشتم. باعث یک هنرمند و رپر احساسات خود در یک آهنگ به نام دختر فروشی بیان کردم. در این آهنگ در مورد احساسات خود گپ میزنم، در مورد ای که وقتی دخترها مجبور به ازدواج اجباری میشن تمام اهداف اینا شکسته میشه و تبدیل میشن به یک فرد سالخورده و ای که فکر میکنن دیگه هیچ راهی برن وجود نداره و کسی نیه که از اونا حمایت کنه. این آهنگ رپ توانست زندگی مر به کمک خیلی از کسایی که پشت قضیه هستن کمک کنه و نجات بده زندگیمه. یکی از مؤسسه ها در آمریکا به نام استرانگ هارت آهنگ دیدن و به من کمک کردن تا به آمریکا بیایم و در مدرسه به نام واساج اکادمی مشغول به درس باشم. من یکی از قهرمانان و مدافع گرزنات براید هستم برای پایان دادن به ازدواج کودکان در سراسر جهان. عوامل مثل غربت، ناامنی، عدم دسترسی به آموزش و پرورش و غیر باعث میشه که ازدواج اجباری یا ازدواج کودکان افزایش پیدا کنه و ادامه داشته باشه. اما اگر تمام سیستم های جامعه با هم همکاری و هماهنگی کنن، ممکن است ازدواج کودکان تغییر کنه. ما نباید دختران و جوان فراموش کنیم و باید پروگرام های برای داشته باشیم که نیازهای اینا فراهم کنه. باید پروگرام های تیار کنیم که از خانواده ها حمایت کنه و باید به ازدواج اجباری توجه بیشتر بشه که آسیب دیدگان ای سنت تنها کودکان، چه پسر یا چه دختر است که قربانی میشن و هیچ توجه به حقوق اونا نمیشه. تشکر از اینکه شما امروز گرد هم آمدین تا در این مورد بحث و راه چاره کنین. لطفا از حقوق دخترها در قطعنامه شورای حقوق بشر برای خاتمه ازدواج کودکان بیشتر تاکید کنین و تضمین کنین. تشکر از طرف خودم و از طرف دخترهایی که مثل خودم هستن در سراسر جهان. تشکر.